عرض سلام و ادب دارم جناب آقای رئیس جمهور. استحضار دارید که با پیشرفت شدن تکنولوژی آبشیرین‌کن‌ها در جهان، چشمه‌ها تأمین آب شرب و صنعتشون رو به تدریج دارن به سمت استفاده از آب دریا پیش می‌برن و دلیلش این است که هم آب با کیفیت تره، هم دسترسیش آسان تره. همین جایی که من الان حضور دارم که تصفیه خانه یکی از تصفیه خانه های بزرگ کشور هست، آب خروجیش ایسیش 500ه، یعنی رقابت میکنه با بهترین آبهای کشور ما. و این تصفیه خونه در 4 فاز قرار انجام بشه. فاز یکش در سالهای گذشته در همین دولت افتتاح شده و امروز فاز دومش افتتاح میشه که 100,000 متر مکعب در شبانه روز ظرفیت داره و این ایسی میتواند در اتمام این پروژه ایسی آب بندرعباس رو در واقع اینجوری بگم که آب بندرعباس رو میتونه 2 برابر شیرین بکنه، که من امروز با پیمانکار اینجا که صحبت کردم، یعنی در واقع سرمایه گذار، چون بخش خصوصی اینجا سرمایه گذاری کرده که حدود $204 میلیون در نهایت اینجا سرمایه گذاری خواهد شد و فازی که امروز افتتاح میشه ریالیش حدود 400 میلیارد تومان هست. پیمانکار تمام تجهیزات 2 فاز دیگر رو تقریبا اینجا آورده، 10% باقی مونده و ما این قول رو گرفتیم که تا پایان سال این 2 فاز هم انشالله به نتیجه برسن. ما هم در کشور برای اونهایی که سرمایه گذاری میکنن در شیرین سازی آب، چه در صنعت و چه در شرب، تمهیدات ویژه‌ای رو دیدیم و خیلی سریع بهشون مجوز میدیم که انشالله خودشون برن مطالعه کنن، کاراش انجام بدن و سرمایه گذاری کنن دو کار رو به نتیجه برسونه. 2 تا پروژه دیگر هم امروز در بندرعباس به افتتاح خواهد رسید با دستور عزیزتعالی. یکیش در واقع آبرسانی به مجتمع گلخانی 500 هکتاری میناب هست که از سد شمیل و نیان از شبکه اونجا در واقع آبرسانی شده. اینجا 5,000 نفر شغل مستقیم آقای رئیس جمهور انشالله ایجاد خواهد کرد، آبش تأمین شده. و پروژه دیگر هم آبرسانی به شهرک صنعتی میناب هست که این هم به اتمام رسیده. مجموعاً این 2 تا پروژه هم 50 میلیارد تومان در واقع هزینه شده است. آقای مهندس تغییرزاده، ضمن تشکر از جناب‌عالی سرمایه گذار، مهندسین و همه عزیزانی که برای به ثمر نشوندن فاز دوم این سامانه آبشیرین کن تلاش کردن، و ما خواستم از شما سوال کنم تو شرایط امروز متر مکعب از طریق نمک زدایی که انجام میگیره چند تمام میشه آب؟ الان آبی که امروز در واقع ما خریداری میکنیم از پیمانکاری که سرمایه گذاری که اینجا سرمایه گذاری کرده 1,080 تومان هست. البته خب اینها با قیمت قدیم هست، اگر بخوام با قیمت جدید حساب کنیم احتمالاً قدری بیشتر خواهد شد، ولی به هر حال این آب هم برای صنعت قابل عرضه است، میصرفه در خیلی جاها، هم برای ما میصرفه. اگر قرار بشه ما آب رو از راه‌های دور منتقل بکنیم و سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام بدیم، ترجیحاً آب دریا مقرونه به صرفه تر. بله، بسیار خوب، متشکر. قبل از اینکه فرمان افتتاح داده بشه، اگه آقای استاندار محترم هم نکته مورد نظرشون هست نسبت به استان بسیار مهم هرمزگان که استان استراتژیک ما هست. جناب آقای رئیس جمهور، با توجه به اینکه بزرگترین آبشیرین کن در بندرعباس این 100,000 متر مکعبی هست، انشاءالله تا مهر و آبان دومین آبشیرین‌کن بزرگ کشور که رکورد این را
خواهد شکست، اونم بخش خصوصی برای استانهای هرمزگان، کرمان و یزد. فاز اولش با 200,000 متر مکعب آماده میشه. اتفاقی که در سایه این دو پروژه میفتد برای بندرعباس و شهرستان خبیر عام پایدار و مطلوب پیدا میکند. به هر مقدار که ما مصرف آب شرب بندرعباس رو میاریم روی این آبشینی کنها، نیاز ما از سد استقلال میناب و سد شمیل نیان کاهش پیدا میکند و نگرانی چند دهه مردم شهرستان مینا برای کشاورزیشون و همینطور شرق بندرعباس برطرف خواهد شد. خیلی ممنون و متشکر جناب آقای همتی استاندار محترم هرمزگان، هم به خاطر توضیحی که راجع به این پروژه دادید و هم این خبر خوشی که برای مهر و آبان دادید. افتتاح‌های بزرگی که پیش روی ما هست در استان هرمزگان و میتونه موجب امید و نشاط مردم برای زندگیشون و برای آینده باشه. انشالله این آبها آبهای پایدار هست. حالا من یک سوالی هم از آقای وزیر دارم قبل از افتتاح، که ما یه آب شیرین کن وقتی شروع به کار میکنه، آیا یک فازش رو به عنوان رزرو نگه می‌داریم؟ چون ممکنه در هر مقطعی دچار مشکلی بشه. چیکار می‌کنید شما؟ حتماً همینجور هست و همیشه این امکان وجود داره و هر فاز، حالا بندرعباس رو عرض می‌کنم، فاز اولش که 20,000 متر مکعب در شبانه روز سال 96 افتتاح شد، این فاز امروز فاز دوم و مابقی تا 100,000 متر مکعب تا پایان همین امسال، و همواره این امکان وجود داره. به علاوه ما علاوه بر صدها امکان بهره برداری از چاه‌ها رو هم داریم که با کمک تصفیه‌خانه‌ها آب با کیفیت در اختیار مردم قرار میده. بسیار خوب، این خیلی مهمه که وزارت نیرو یک برنامه‌ریزی داشته باشه که مردم کاملا مطمئن باشن این آب پایدار هست. اگرم یک تصفیه خانه ای که داره واقعا نمک زدایی میکنه در واقع و آب شیرین کن هست، اگر یه وقتی دچار مشکل بشه یه چیزی هست که بیاد به کمکش، حالا یا سد یا چاه، یا اگر یک فازی دچار مشکل بشه فازهای دیگری، یعنی پایداریش لطمه نخواهد خورد. این برای مردم ما بسیار مهمه. به نام خداوند بزرگ و با توسل به ارواح طیبه انبیا و اولیا، فاز دوم سامانه آب شیرین کن بندرعباس و همچنین طرح تأمین آب طرحهای کشاورزی و صنعتی استان رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله.